8 سال پیش به اتهام همکاری با طالبان در ولایت پکتیا از سوی ریاست امنیت ملی بازداشت شد. از اینکه چه کاری را عهده‌دار بود چیزی نمیگوید، اما دیگر زندانیان رها شده او را مدیر صاحب میگویند. این مرد در سالهایی که زندانی بود هیچ خبری از خانواده‌اش نداشته است و نمیداند با برگشتن به خانه با چه اوضاعی روبرو خواهد شد. همه چیز برایش مبهم است، حتی اینکه میخواهد به میدان نبرد در برابر نیروهای دولتی برود یا نه. هیچ یو سالم انسان نغواړي سی په بد حالت او بد وضعیت او په جنگ او په نامنی کې زندگی وکړي، خصوصا هغه کسان چې د الله په دین باندې ولاړ وي. این 4 زندانی طالب هم که نامهایشان در فهرست زندانیان رها شده است، از ولایت های هلمند و کندهار بازداشت شده بودند. ظاهرا جنگجو بودند و هر کدام بیشتر از 6 سال را در زندان سپری کردند. دغه ازادي دونه نه خوشاله چې دغه ازادي زده په چرخه د زندان سره په سوله ډیر خوشاله یم. نو ډیر په دغه د افغانستان عموما ازادي چې پر ټول افغانستان باندې راځي په دې باندې ټول خوشاله دي. زموږ عمر په دغه کې بس چې زما په یادیږي دغه جنگ دی، د 40 کال کې جنگ دی، دغه بمبار دی، دغه تیاری دی، دغه کیسه ده. دغه په دغه کې را لوی سلوس باندې که زموږ هم بالا دماغ کار کوي. اما رهایی از زندان برای فضل ربی 20 ساله که مؤذن مسجد بوده و دانش آموز مکتب، امید را برای ادامه تحصیلش بیشتر ساخته است. دیگه جنگ نباشه در کشور ما، پیشرفت باشه، درس بخوایم، درسای خود ادامه بدیم، درسای ما مانده. بانک با مهر سند رهاییشان تعهد می کنند که دیگر به میدان نبرد بر نمی گردند، اما هنوز هم انتظار تصمیم رهبری گروه طالبان را می کشند و پیامی دریافت کردند که باید چند روز با خانواده هایشان باشند و دست به خشونت نزنند. خپلو مشرانو هم دلته هدایت کړی ده چې دوی کله وځي د جنگ ډګر ته به نه ځي او دوی به خپل عادي ژوند ته ادامه ورکوي. سوچ دا د سولې مذاکرات انشاءالله یو څه نتیجه ورکړي. یه طرف شم میگیم که بیا در دیگه افغان کشی بس است، با او طرف شم خارجی از کشور ما ببرای. 328 زندانی طالب که مشمول فرماندهان محلی، جنگجویان و افرادی که برای سربازگیری این گروه کار می کردند، از زندان پل چرخی کابل رها شدند.